عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، روی ماهتون رو میبوسم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. سعید سکویی هستم که در این روز دوشنبه 16 ماه آگست سال 2010 میلادی افتخار حضور در منازل شما رو دارم. یک سورپرایز در خور توجه و ارزنده و ارزشمند امروز برای شما هموطنان بسیار نازنینم دارم که تا دقایق دیگه شخصیتی بسیار نازنین با شخصیت، شخصیتی از الیت جامعه، دانشمند، یک دکتر نازنین میهمان ما خواهند بود که خبر خوبتر از اون هم این درخواست رو از ایشون کردم و مورد پذیرش ایشون قرار گرفت که این همه دانستنی های خودشون رو با بیننده های محترم تلویزیون آریامیر که از دوباره شاید هفته آینده حد اکثر فرایدی ما رو یا رو تلستار 12 برمیگردیم و یا روی یوتلسد 3 به صورت رادیو. بالاخره صدا و تصویر ما یا تصویر ما باید در ایران بره و دارم سعی میکنم که شخصیت های برجسته ای رو داشته باشیم که در سطح شأن شما بیننده های بسیار ارجمند و نازنین باشه. من یک برنامه بسیار آگاهی دهنده در ارتباط با امروز میدونید 25 مرداد و باز همانهایی که 100 سال 104 سال به ایران و ایرانی خیانت میکنند و دست بر نمیدارند، همونهایی که میخواستند در 28 مرداد 32 25 مرداد 32 برنامه‌ای که در بهمن 57 علم کردند رو بکنند، کودتایی در 25 مرداد 1332 در ایران اتفاق افتاد که عده‌ای با نام ملی و با نام مصدقی و حالا دیگه همه شدن ملی و نقاب مصدق بر صورت به کربلای 28 مرداد می روند. در تقدیر یک مطلبی در ارتباط با همایش به اصطلاح ایرانیان خارج نشین که به دستبوس و پابوس احمدی نژاد رفتند رو خدمتون امروز تقدیم خواهم کرد. یک گزارشی که این رو میذارم اینجا و بعد یک مطلب بسیار جالب راجع به خرافه گرایی و اینکه چگونه درصد کوچکی از ملت ایران هنوز اسیر اوهام و اسیر این رژیم هستند، و بعد مطلب اصلی برنامه امروز که یک مطالعه همه جانبه و به دور از نگاه تنگ تحقیر فردی و گروهی جوهر قلم جناب آقای احمد پناهنده نازنین رو، نویسنده ای که بسیار نوشته های او را دوست می دارم و از قلب من صحبت می کنه رو برای شما هموطنان بسیار نازنینم بازگو خواهم کرد، بازخوانی خواهم کرد. اما قبل از این که من شخصیت بسیار محترمی که در دفتر تلویزیون هستند رو دعوت کنم به تلویزیون بیان، یک پیش مقدمه برای کسانی که عاشورای کربلا رو از دیروز به طور جدی دوباره تو این چند روزه میخوان سینه بزنن، قمه بزنن، زنجیر بزنن، یک سوالی از شما هموطنان بسیار نازنینم دارم. به راستی چه کردیم که سزاواره این ذلت، این زاری، این خفت شدیم؟ به راستی چه کردیم که بدین سیه بلا و سیه ستم گرفتار آمدیم؟ پای کامپیوتر و در دریای اقیانوسی به نام اینترنت دست و پا می زدم، چشمم به صفحه نمایش دهنده کامپیوتر و فکرم به دنبال سؤال 31-2 ساله بود: راستی چه شد؟ چه اتفاقی افتاد که چنین شد؟ چه باید می کردیم که نکردیم
و چه باید نمی کردیم که کردیم، چرا به این سیه گرداب، چرا در این منجلاب، چرا در این باطلاق گرفتار آمدیم. مطلبی در چند خط از یک هموطنم نازنینم نظرم رو جلب کرد. مطلبش شبیه افکار خود من در طول 31 سال گذشته بود. افکارم و چشمانم برای لحظاتی در یک نقطه متمرکز شدند. نظر این بانوی نازنین و افکار من بحثی شد، نوشته‌ای شد تا تقدیم حضور شما کنم. ملت ایران از خواب چند صد ساله با دست‌های توانای مردی، یا بهتره بگم ابرمردی، سرباز و چکمه‌پوش بیدار شده بود و با سرعت و شدت به سوی ترقی و تکامل خیز برداشته بود. هنوز علی جان اگر میشه عکسی از رضا شاهمون، این ابرمردمون روی اسب. اصلا ملت ایران از خواب 100 ساله‌ای با دست توانای ابرمردی سرباز و چکمه پوش بیدار شده بود و با سرعت و شدت به سوی ترقی و تکامل خیز برداشته بود. هنوز جامعه دچار انواع و اقسام بیماری های واگیر و عفونی بود، کچلی، سل، طاعون، اصلا هزار مرض میپیچید دورور ملت ایران. وسیله حمل و نقل همان خر، قاطر و شتر و گاهی کالسکه‌ای برای شاهزاده قاجاری و یا فرد مالداری بود. سرباز چشم پوش، ابرمرد تاریخ ایران، یگانه و نخستین مردی که افتخار رو به نژاد آریایی، به هموطنان ایرانی، سرفرازی رو، سربلندی رو، مهر رو، ایرانی بودن رو در زمانی کوتاه به ایران آورد. این سردار ملی ایران بود که ارتش آورد، قطار آورد، بیمارستان و دانشگاه آورد، جاده و ماشین و کشتی و هواپیما آورد، امنیت آورد و موج انفجار سیاسی جنگ عالمگیر دوم بر پیکر توانای او اصابت و ناخواسته آن سرباز، آن ابرمرد پاکباز به قاره لرزان پرتاب کردید. پسرش دنبال کارهای پدر را به سرعت گرفت و در نوجوانی لنگر این کشتی کوچک را در دریای بزرگ به دست گرفت تا آن را به لنگرگاهی مملو از آزادی و امنیت و رفاه اجتماعی و هر آنچه خواسته یک ملت در جهان قرن بیستمی بود برساند. اونیز همچون پدر بزرگش کسری ها را پر کرد و ایران را دوباره ایران کرد. او مثل برق و باد به سوی همه چیز داشتن پیش رفت. شکمها سیر، چشمها باز، بیماریها ریشه‌کن، سد و جاده و اتوبان به اندازه ظاهر و باطن ملت و جامعه، همه نشان از ترقی و تلاش برای پیشرفت بیشتر در زمان این ابرمرد آریامهر بزرگ ایران پدر ما را نشان می داد. و ارتش قدرتمند خاورمیانه و بزرگترین قدرت هاورکرافت جهان در خلیج فارس و در دریای عمان برای مردم آسایش و آرامش و امنیت رو به ارمغان آورد. نارسایی هایی همچون همه جوامع نیز در جامعه ما بود، چون ما هنوز در ابتدای جاده بودیم و با سرعت با یک، اگر بخوام مثالی بزنم، با یک لوکوموتیوی که با زغال سنگ حرکت میکرد، اما فشاری که این پادشاه جوان، پسر رضا شاه کبیر، ابرمرد تاریخ ایران گذشته بود پشت این قطار، همچون قطاری که
از دیزلی و سوخت دیگه براتون بگم واقعا سری و سر پیش می رفت. با اینکه هنوز در ابتدای جاده بودیم، در همین هنگامه بود که کارگران سیگار چارنخ وینیستون آمریکایی دود می کردن. مردم به تورهای 15 روزه پاریس و لندن و روم با بلیت رفت و برگشت و هتل مبلغ 15,000 تومان می رفتن و چیزهای دیگری که تمام اونهایی که یک جو غیرت، یک جو مردانگی، یک جو معرفت، یک جو شیرزنی در وجودشان هست می دانند که بود و چه گذشت و این دو مرد چه کردند در کمتر از نیم قرن، نزدیک به نیم قرن.